امروز در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که تلاش‌های دولت پیشین آمریکا برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران موفقیت آمیز نبوده است. وی در برابر اعضای کمیته تخصیص اعتبارات کنگره آمریکا اظهار داشت: ما 8 سال سیاست منزوی کردن کامل ایران را در پیش گرفتیم و این کوچکترین مانعی برای ایران ایجاد نکرد. کلینتون که در برابر کمیته‌ای که درخواست کابینه به منظور اخذ وجوه بیشتر برای بودجه امسال وزارت خارجه را بررسی می‌کند، حاضر شده بود، به قانونگذاران گفت که مسئله ایران، ملل عرب و اسرائیل را متفق می‌کند. وی با اشاره به دخالت تهران در امور داخلی همسایگانش و به این گمان که ایران جویای دستیابی به سلاح هسته‌ای است، گفت در مورد فعالیت‌های ایران همه مثل ما نگران هستند. کلینتون همچنین در جریان شهادت خود در برابر کنگره به دولت جدید اسرائیل هشدار داد که در صورت عدم پیگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان با خطر از دست دادن حمایت عرب از آن کشور در قبال ایران مواجه خواهد بود. مقامات اقتصادی کشورهای گروه 7 و گروه بزرگتر شامل قدرت‌های اقتصادی پیشرفته و در حال پیشرفت موسوم به کشورهای گروه 20 امروز در 2 نشست جداگانه با تمرکز دقیق بر بحران اقتصادی جهانی در واشنگتن دیدار خواهند داشت. این نشست‌های سالانه 1 روز پیش از نشست 2 سال یک بار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انجام می‌گیرد. انتظار می‌رود که بررسی موزل افزایش قروض پرداخت نشده یا وام‌های بد که جریان منابع اعتباری را در اقتصاد جهانی کند کرده است، موضوع اصلی مباحثات این نشست‌ها باشد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com